سرخط خبرها. ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران. به گزارش یک نهاد امنیتی بیش از 100 نقطه ناآرام بوده، دست کم 1000 نفر بازداشت شدند. قطع اینترنت در ایران. منابع آگاه میگویند تصمیم شورای امنیت کشور است. حمایت رهبر ایران از افزایش قیمت بنزین. آیت الله خامنهای میگوید بعضی از مردم ناراضی‌اند ولی تصمیم باید اجرا شود. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی BBC. با گذشت 2 روز از شروع اعتراض‌های سراسری به افزایش قیمت بنزین در ایران، اطلاع رسانی رسمی دقیقی درباره تعداد کشته شدگان صورت نگرفته، اما بررسی‌های BBC فارسی نشان می‌دهند که تا به حال دست کم 12 نفر کشته شدند. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، امروز در شهریار هم 1 نفر کشته شده. همزمان اینترنت در ایران قطع شده. با وجود این از بسیاری از شهرهای ایران گزارش شده که اعتراضات ادامه دارد. نمایندگان مجلس هم طرح بازگشت قیمت قبلی بنزین را پس گرفتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران تایید کرده که عده‌ای از معترضان کشته شدند، اما تاکید کرده که از تصمیم سران قوا برای گران کردن بنزین حمایت می‌کند، هرچند که به گفته او بعضی از مردم از این تصمیم ناراضی‌اند. فرین هاشمی گزارش می‌دهد. بدانند که این حوادث تلخ از ناحیه کیست؟ گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در تایید کشته شدن عده‌ای از معترضان به افزایش قیمت بنزین. متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این 1-2 روزه. این سخنان مانع از اقدام نمایندگانی شد که برای کاهش دوباره قیمت بنزین تلاش می‌کردند. آیت الله خامنه‌ای از این طرح حمایت کرد، نمایندگان حرفشان را پس گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی امروزش گفت از تصمیم سران 3 قوه حمایت می‌کند. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضیا اون رو لازم و واجب میدونن، بعضیا مضر میدونن. بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران 3 قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. آیت الله خامنه‌ای از اپوزیسیون حکومتش هم نام برد. همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیره. وزارت اطلاعات هم در بیانیه اعلام کرد عوامل اصلی به گفته این وزارتخانه اغتشاشات 2 روز گذشته شناسایی شدند. دادستان یزد هم از دستگیری 40 نفر از معترضان در این شهر خبر داده. حالا پیام میدانم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم افرادی را که منافقین و ضد انقلاب مینامید مسئول اعتراضهای اخیر خواند و گفت افراد حاضر در اعتراضها بعضا سلاح گرم داشتند و به بانکها و اموال مردم آسیب زدند. شیراز شلیک نیروی انتظامی بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته‌های شاهدان عینی، ماموران امنیتی در بسیاری از این موارد مستقیم به مردم شلیک کردند. مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور هشدار داده با به گفته او هنجار شکنان برخورد می‌شود. او گفته نیروهای امنیتی و انتظامی خویشتن‌داری کردند تا تجمع به نحو خوبی پایان بگیرد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفته که این سخنان راه بهانه‌جویی و مانع تراشی در راه دولت را که مجری این تصمیم است بسته است. به گفته یک شهروند تهرانی امروز یکشنبه جو امنیتی در این شهر حاکم است، اما مردم همچنان در خیابان‌ها هستند. امروز هم مردم کم کم دارن جمع میشن سمت اتوبان باقری، خیابان فرجام و جاهای دیگه که امروز من مشاهده کردم. و اما ماموران لباس شخصی و بسیجی بی نهایت زیاد هستن و دوی تمامی تقاطع‌ها حضور دارن. احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تایید کرده که امروز در بازار تهران اعتصاب شده. آقای اصفهانی معترضان را عده‌ای خارج از خود بازاری‌ها نامیده و گفته آنها بازار را به تشنج کشیدند. محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس در اعتراض به افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع مجلس استعفا کرده. او گفته اگر قرار است رئیس مجلس در مراکز تصمیم گیری نظر خودش را بیان کند، دلیلی بر حضور نمایندگان در مجلس نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت مردم نگران تبعات بعدی افزایش قیمت بنزین روی سایر کالاها هستند. او وعده داد که کمیسیون اقتصادی در جلسه با مسئولان نظارت جدی بر قیمت‌ها داشته باشد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز مسئولیت را به گردن دولت انداخت و گفت دولت روحانی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را داده. او از رئیس سازمان بازرسی کشور خواسته بر شیوه هزینه کردن درآمدهای دولت از افزایش قیمت بنزین نظارت کند تا به گفته او زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود. اعتمادی که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی از دست رفته است. فرین آسمی، BBC. با وجود محدودیت اینترنت، تصاویری از اعتراضات در معالی آباد شیراز به دستمون رسیده که با هم ببینیم. تصاویری بود از اعتراضات در معالی آباد شیراز. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو در کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، آقای خامنه ای بارها در صحبت‌هایی که امروز کرد گفت که کارشناس نیست، در این زمینه صاحب نظر نیست. با این حساب دلیل دخالتی که در این مسئله کرد و اظهار نظری که در این مورد کرد به نظر شما چیه؟ سلام خدمت شما و بینندگان محترم. به نظر میرسه که در مورد موضوع افزایش قیمت بنزین خب نقش کلیدی رو خود آقای خامنه‌ای داشته و دولت هم اکراه داشته. این پیشنهاد در گذشته هم مطرح بوده ولی دولت بنا به ملاحظات سیاسی اجتماعی حاضر نشده بوده پذیرش، به خصوص در اسفند سال گذشته. دلیلش هم چند تا چیز بوده. دلیلش هم این است که یک مسئله ایران از جنبه تداوم مقابله با تحریم آمریکا نیاز به ارزآوری داره. صرفه‌جویی در مصرف نفت و بنزین داخلی میتونه کمک کنه که ایران بنزین خارجی بفروشه و کمی ارزآوری کنه. دومی که این نوع مصرف قطعا مشکلات جدی برای ادامه کار ایجاد خواهد کرد و سیستم از جنبه اقتصادی نمیتونه در حالت مصرفی گسترش پیدا کنه. بس همین که اون چیزی که شما فرمودید آقای خامنه‌ای تقریبا در همه حوزه‌ها نظر کارشناس خودش رو اعمال می‌کنه. فرض کن رابطه ایران آمریکا یا موقعی که هیئت دولت‌ها در مورد مسائل کشور پیشنهادات مشخصی رو به اونها میده در مورد روندهای اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی هم که میره پیش آقای خامنه‌ای ایشون. بله، ولی در این مورد خاص اظهار نظر ایشون و اینکه گفتن که مردم در این اعتراض ها دستی نداشتن و کار اشرار بوده، آیا این به معنی سرکوب بیشتر اعتراضایی که ممکنه ادامه پیدا کنه؟ ببینید، همین بحث اصولگراها شروع کردن که این کار اقدام دولت ربطی به آقای خامنه‌ای نداره، دولت اومده اوضاع رو به دچار بحران کنه و سیستم رو با بحران مواجه کنه که بگه فقط تنها معامله با آمریکاست. اینو برخی از اصولگرایان و جناح‌های تندرو مطرح کردن و حتی گفتن که روحانی مخصوصا این کارو کرده، ولی بعد معلوم شد که نه، این نظری بود که از رهبر ایران داده شده، پس بنابراین با یک تصویر بزرگتری داده میشه. مسئله این است که آقای خامنه‌ای معمولا در این موارد معتقده که اگر تصمیمی گرفته شد بایستی اجرا بشه. عدم اجرا، عقب نشینی حکومت یا باج دادن به مخالفین باعث میشه که اونها قدم‌های بیشتری رو برایشون علیه سیستم بردارن. این هم در حوزه داخلی هم حوزه سیاست خارجی منطقی است که خامنه‌ای در امر حکمرانی اجرا میکنه، یعنی عدم عقب نشینی بعد از اجرای دستور. پس با این حساب فکر می‌کنید که انتقادها از دولت اینجا تموم بشه؟ بله، الان مشخصه که دولت در حقیقت مجری دستور بوده، نه اینکه خودش شروع کننده بازی. مسئله کلیدی این هست که آقای روحانی با اینکه میتونه پیش بینی کنه که اتفاق افتاده، چون دی 96 هم در حقیقت بر مبنای وقتی که بودجه مطرح شد که بنزین میخواد گرون بشه، این تظاهرات آغاز شد. البته اون کلیدش رو جریان اصولگرا زدن، یعنی خودش نبود، مردمش نبودن تو خیابون، یعنی با شروع تظاهرات با مردم نبود. اما مسئله کلیدی است که آقای روحانی با اینکه در حوزه نبنزین قبول کرده جبر کنه، در موارد دیگه الان مشخص صحبت نمی‌کنه که میتونه بخش از این مسائلش رو خیلی راحت‌تر حل کنه. مثلا فرض کنید الان 30% تا 40% به گفته بانک مرکزی 48% منابع کل کشور تحت اختیار دولت نیست که متعلق به ستاد فرمان اجرایی، مخابرات، بخش ستاد اجرایی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفین، نهادهای دیگه است. آقای روحانی میتونه الان در این وضعیت تقاضا کنه از آیت الله خامنه‌ای که اجازه بده منابع این نهادها وارد سیستم دولت بشه، چون اقتصادی همچین چیزی رو خواسته آقای روحانی. مثلا خواسته بودش که از محل حساب ذخیره ارزی برداشت بشه، ولی آقای خامنه‌ای مخالفت کرده بود. ببینید آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی یک بحثایی کرد که این نهادها باید مالیات بدن در حد همین شعارها، ولی اون چیزی که من دارم میگم خب بیش از مالیاته. مسئله این است که هیچ کشوری نمیتونه دو تا اقتصاد داشته باشه، به خصوص کشوری که از جنبه بین‌المللی قطعه تحت تحریم باشه و بخواد اقتصاد مقاومتی داشته باشه، به این معنی که بخواد بر مبنای منابع درونی تداوم حیات بده، اونم کشوری 80 میلیونی مثل ایران. بنابراین در چنین وضعیتی آقای روحانی بایستی اینو اون سند حقوقی رسمی تقاضا کنه که این کار صورت بگیره. حالا این بعید من میدونم که نهاد رهبری موافقت کنه با این، ولی به هر حال دولت باید تلاشش رو در این زمینه بکنه. همینجور در مورد اطلاعات موازی، شما ببینید وقتی شما دستگاه‌های موازی دارید، منابع مالی شما برای اداره کشور دائما تقسیم میشه بدون اینکه کارآمدی لازم رو داشته باشید. و حتی صدا و سیما، اون هم در مواردی که مطرح هست آقای روحانی رسیدگی جدی نکرده. ببین فیلم مثل $1 میلیارد که $1 میلیارد رو آقای روحانی گفته که نزدیک 976 میلیون دلار صدا و سیما گرفته و بر نگردونده. آقای سرفراز هم اینو مطرح کرد. خب اینو آقای روحانی میتونه نامه بنویسه به قوه قضاییه تقاضا کنه که آقا این چی شد. شما پولهایی که حیف شدن مقایسه کنید، کل پولهایی که حیف شدن در این مدت رو مقایسه کنید که نزدیک به 10-12 میلیارد دلار پول میشه در حوزه‌های مختلف، اینا 3 برابر صرفه‌جویی در پول بنزین. بنابراین وقتی مردم نگاه میکنن که میبینن روش حکمرانی حکومت متناسب نیست با اون شعارهایی که میده، خب طبیعتا نارضایتی و مخالفت‌های جدی ایجاد میشه. اما این چیز جدیدی نیست، اینکه این نهادهایی که شما بهشون اشاره کردید بعضی مالیات نمیدن، بعضی پولی رو دریافت میکنن پس نمیدن. با توجه به همه این اطلاعاتی که داشتن، این 3 نفر سران 3 قوه تصمیم گرفتن که قیمت بنزین رو بالا ببرن برای اینکه مشکلات اقتصادی دولت حل بشه. بله، چیز جدیدی نیست، ولی الان ایران با یکی از بحران‌های اقتصادی خودش مواجه شده. وقتی که بحران اقتصادی ایجاد میشه، منابع مالی کم میشه، طبیعتا همه این موضوعات هم به طور جدی مطرح میشه. الان گزارشی که صندوق بین‌المللی داده گفته ایران نزدیک به 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. یعنی از سال 89 ایران طلاهایی رو گذاشته بود کنار، منابع رو گذاشته بود کنار، چون پیش بینی می‌کرد ممکنه وارد درگیری با آمریکا بشه. بخشی از این منابع الان در سیستم هست ولی خرج نمی‌کنن، بخشش مربوط به نهادهای قدرت، ربط به دولت نداره. بنابراین دولت منابع ارزی لازم رو داره، ولی منابع ارزی لازم برای روز مبادا گذاشته شده برای یک درگیری نهایی اگر اتفاق افتاد. یه نکته دوم این هست که سیاست جراحی اقتصادی برای اینکه بنزین مثلا رانت داده نشه یا سوبسید داده نشه که بتونه عادلانه تقسیم بشه، یه سیاستی است در یه پکیج معنی پیدا. نمیشه بخش‌های از سیستم رانت داده بشه بعد در فقط بنزین رو بچسبن که بازدید مردم مستقیم. آقای نامور، چرا فکر می‌کنید آقای روحانی چنین نامه‌ای رو ننوشته؟ آقای روحانی خیلی کوتاه اگر لطفاً جواب بدید. ببین آقای روحانی نه در مورد اطلاعات موازی، نه در مورد اقتصاد موازی شعارهایی داده، انتقادهایی هم کرده، به خصوص در موقع انتخابات یا همین یزد انتقاداتی کرد، ولی هیچ وقت مستقیما نکرده، کار حقوقی نکرده. علتش هم این هست که یا حتی در بودجه های مجلس هم میتونست تقاضا کنه که به این نهادها بخشی از منابع بودجه رو تامین کنن، در حالی که خودش حاضر شده بخشی از بودجه دولتی رو اختصاص بده بخشی از این نهادهایی که کار فرهنگی میکنن یا غیر فرهنگی میکنن و واقعا هم هیچ کارآمدی ندارن، هیچ گزارشی هم داده نمیشه به ملت بابت خودشون. اون چیزی که آقای روحانی باید انجام میده نرده، به خاطر اینکه آقای روحانی در دور اول معتقد بود برجام رو موفق کنه، بنابراین به جز برجام نه در حوزه سیاست داخلی، نه در حوزه فرهنگ و نه در حوزه تعامل با فعالیت اقتصادی نهادهای قدرت وارد هیچ چالشی نمیشد، برای اینکه همه تلاشش رو بذاره روی برجام و توی اون موضوع شانه زنی کنه با نهاد رهبری و دیگر خاکی. اما بعد از 96 هم به خاطر مشکلاتی که ایجاد شد و تهدیدایی که شد و اینکه آقای روحانی کلاً در مسائل بحرانی در نهایت تصمیم پیش به سمتی است که بتونه حضور خودش در قدرت تداخلش بشه. این تجربه 40 ساله رفتار آقای روحانی در ساخت قدرت. متشکرم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل ایران با ما هستند. خانم روستایی، میخواستم درباره صحبت آقای خامنه ای از شما هم سوال کنم. ایشون از خودش سلب مسئولیت کرده و گفته که من کارشناس نیستم در این مورد، اما حمایت کرده از تصمیمی که کمیته 3 نفره سران قوا گرفتن. واقعا مسئولیت تمام تحولات به خصوص 10 سال اخیر مشخصا با ایشون هست. انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اینی که احمدینژاد رئیس جمهور شد، تقلب بزرگی شد و در واقع ایشون نظرشون با احمدینژاد نزدیکتر بود. این حلقه‌ای بود و دایره‌ای بود که به راه افتاد و امروز شما دارید می‌بینید که نتایج فاجعه بار این تصمیم‌ها و این روند رو ما شاهد هستیم. اتفاقا آقای خامنه‌ای همان کسی هست که در ایران مسئوله. ببینید توی دولت آمریکا و وزارت خارجه آمریکا طی چند سال گذشته، حتی توی 40 سال گذشته، همیشه با این بحران مواجه بودن. ما در ایران کاری داشتیم با کی حرف بزنیم؟ رئیس جمهور حرف اول رو میزنه یا مثلا نظامی‌ها یا رهبر؟ آقای خامنه‌ای بارها مانورهایی دادن برای اینکه بگن در ایران من تصمیم میگیرم، شما باید با من مذاکره کن، شما با من دیدار باید داشته باشید. و این یک واقعیتیه در تمام مسائل اساسی، پروژه‌های اتمی، برجام، جزئیات مذاکرات برجام، جزئیات توافق، مذاکره با آمریکا، قطع مذاکره با آمریکا. دولت قطعا هیچ دخالتی نداشته. آقای ظریف نماینده و ابزار مذاکره کننده بوده. تنها کسی که مسئولیت مطلق رو داشته و با این مسئولیت حتی بازی کرده، هر موقع اساس بود میگفت که دست من نیست و هر موقع که میدید پیروزی بزرگ ایشون، مشخصا خودشون وارد میشدن. من اعتقاد ندارم که ایشون مسئولیت نداشتن، من اعتقاد ندارم که به غیر از ایشون کس دیگری مسئولیت داره. و اما مشکلی که هست اینه که ایشون نمیپذیرن که آنچه که طی این چند سال در کشور ما اتفاق افتاد محصول ایشون هست، نه محصول محصول روحانی، نه محصول احمدی نژاد، نه محصول آقای، حتی مثلا آقای خاتمی. این موضوعیه که در هر حال مخفول میده. من ادامه بدم نکتم رو. در این مورد مشخص شما به نقش دولت‌های مختلف اشاره کردید. آیا اگر آقای خامنه‌ای مسئولیت اصلی رو در این مورد داره، نقش دولت، نقش مجلس چه میتونسته باشه؟ الان نماینده های مجلس اون دسته که میخواستن با این طرح مخالفت کنن و مخالفتشون رو به پیش ببرن و در نهایت این تصمیم رو برگردونن، امضای خودشون رو پس گرفتن. ببینید در ایران به غیر از آقای خامنه‌ای هیچ نهاد دیگری مسئول نیست. نظامی ها و سپاهی ها بسیار و امنیتی ها بسیار به ایشون نزدیک هستن. بلوکی که آقای خامنه‌ای در رأسش قرار داره سخنگوی اصلی و عامل اصلی در ایرانه. همه با یک فاصله های چیز هستن، در حاشیه مرکز اصلی قدرت هستن. من صحبت قبلی رو ادامه میدم در مورد آقای خامنه‌ای. یک اشتباه استراتژیک انجام دادن در طول این چند ساله و تفکرشون، و اون اینه که آمریکا رو دشمن میپنداشتن، فکر میکردن میشود با آمریکا تا الالعبد دشمنی کرد. مشخصا ایشون یک خصومت آشتی ناپذیر ایدئولوژیک با اسرائیل دارند و برای اجرایی کردن این تفکر و این ایدئولوژیشون مشخصا همه منابع ایران رو صرف کردن. ببینید امروز 100 تا شهر ایران دچار شورش شده به خاطر بنزین. توضیحش چیه؟ دولت پول نداره، کشور غیر قابل اداره است. چرا؟ به دلیل اینکه ایران نفت نمیفروشه. چرا ایران نفت نمیفروشه؟ به دلیل اینکه تحریم بین‌المللیه. چرا تحریم بین‌المللیه؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ از برجام اومد بیرون. دولت اوباما وارد بازی بسیار گسترده با دولت ایران و با شخص آیت الله خامنه‌ای شد تا برجام امضا بشه و مسئله تنش بین روابط ایران و آمریکا حل بشه. دولت ایران پول‌های بزرگی رو گرفت، امتیازهای تاریخی در برجام گرفت. برای اینکه هم مسئله برجام حل بشه و هم دموکرات‌ها و اوباما و کاخ سفید انتظار داشت مسئله رابطه با ایران هم حل بشه و این به حساب دموکرات‌ها و به حساب خود شخص اوباما گذاشته بشه. وقتی ایران امتیازها رو گرفت به دستور آقای خامنه‌ای، برخلاف نظر آقای رئیس جمهور، برخلاف نظر وزیر خارجه، ایشون مذاکرات رو قطع کردن. از همون روزی هم که آقای ترامپ رئیس جمهور شد من چندین مقاله نوشتم با موشک ترامپ رو آزمایش نکنید. آزمایش‌های موشکی پی در پی برای اینکه یک لجبازی عجیب و غریب و اصلا خطرناکی راه افتاد و اینکه شما می‌بینید از همون روز اول ایشون شروع کردن لجبازی با ترامپ، یک جورهای بازی کردن با اعصاب تیم حاکم بر آمریکا. موشک پرانی ها ادامه پیدا کرد و در مجموع منجر به این شد که امروز شما شاهد هستید. بزرگترین خطای استراتژیک در نگاه آقای خامنه‌ای که کشور رو به این وضعیت انداخت و ما نمیدونیم 2 هفته دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد، ما 3 ماه دیگر رو نمیدونیم، ولی همین الانش هم فاجعه است. بزرگترین خطای استراتژیک دشمنی ایشون با آمریکاست. ایشون مرتبا میگن که یه جمله دیگه من میگم، میگن که آمریکایی ها میروند سعودی ها رو میدوشند. من میخوام بگم آمریکایی ها رو هم میشود دوشید. آمریکایی ها بزرگترین گاو شیرده تاریخ بشر هستند. میشود با آمریکا ارتباط داشت و از امتیازاتش هم بهره برداری کرد، اما میشود هم یک کشور رو خرج مبارزه با آمریکا کرد. بعد 100 شهر ایران شاهد تحولاتی میشه که شما الان شاهد. با توجه به صحبتی که تا حالا آقای خامنه‌ای در اون مورد کرده به نظر نمیرسه که فعلا قصد مذاکره با آمریکا رو داشته باشه، اما صحبتایی که امروز کرده خیلی شباهت داره به صحبتایی که در موارد قبلی کرده درباره اعتراضایی که قبلا در ایران رخ داده. آیا میشه انتظار داشت که قدم بعدی هم مثل همون اتفاقاتی باشه که در دوره‌های قبلی افتاد، یعنی سرکوب بیشتر معترضان؟ من فکر می‌کنم که این پاسخ به این سوال خیلی مشکله. من همونطور که گفتم معمولاً تاکتیکی که اینها دارن اینه که یک سرکوب ملایم انجام میدن، دستگیری‌های وسیع انجام میدن و صبر میکنن پتانسیل این اعتراض بعد 4 روز، 5 روز، 2 هفته، 3 هفته آرام بشه. گروهی کشته شدن الان و آقای خامنه‌ای هم تایید کرد، ولی به نظر نمیرسید که خیلی نگران این مسئله بوده باشه. شاید در هر کشور دیگه چنین چیزی اتفاق میافتاد بعضی از مقام‌ها استعفا می‌کردن. ببینید در عراق 24.5 میلیونی 300 نفر کشته شدن، هیچ اتفاق نیفتاد. در ایران 82 میلیونی 10-15 نفر کشتن، هنوز خیلی زود اتفاق بزرگی بیفته. معادلات ایران معادلات بسیار سنگینیه که معادلات منطقه‌ای رو به هم میزنه. بحث بر سر اینکه چه کسی ایران رو اداره کنه، بحث بر سر اینه که هزاران میلیارد دلار دست کی باشه. آقای خامنه‌ای معمولاً انعطاف به هیچ عنوان نشون نمیدن، تا ته خط رو میرن، مگر اینکه دیگه سنبه طرف مقابل خیلی پرزور باشه، بعد ایشون نرمش قهرمانه نشونده. هنوز زمان نرمش قهرمانانه پیش نیامده و من امیدوارم، واقعا امیدوارم، به عنوان کسی که صحبت میکنم، روزی پیش نیاد که ایشون مثل محمد رضا شاه بیان بگن من پیام شما رو شنیدم. برای کشور ایران خوب نیست که هر 40 سال یک دفعه همه چیز زیر و رو بشه. اما شرایط فعلی ممکنه قابل کنترل بشه، به سکوت بیانجامه، اما بعید نیست که دوره‌های بعد شروع بشه، چون این سیستم مشکلات اساسی ساختاری داره. سیستمی که یک دولت داره اما نظامی‌ها دارن ادارش میکنن، وزارت دارایی و بانک مرکزی داره اما شرکت‌های سپاه دارن ادارش میکنن، کشوری که بانک مرکزی داره بانک‌های سپاه دارن ادارش میکنن. این اگر منجر به فروپاشی تاکنون نشده، خودش خیلی معجزه است. اصلا بعید یک سیستمی با چنین ساختاری بتواند ادامه پیدا کند. اصلا چنین چیزی محاله. شما امروز دارید می‌بینید و طی ماه‌های آینده هم شواهد دیگری حتما خودشون نشون خواهد داد. این نرمش قهرمانانه به نظرتون کی فرا میرسه؟ چون از این طرف هم معترضا به نظر نمیرسه که سازماندهی مشخصی داشته باشن یا رهبر مشخصی داشته باشن و از اون طرف همونطور که خودتون اشاره کردید آقای خامنه‌ای حمایت سپاه پشت خودش داره. آقای خامنه‌ای پشت ایشون سپاه هست، یگان ویژه هست، یک وزارت اطلاعات مخوف هست. من برای چند بار این رو یادداشت کرده بودم خدمتتون بگم. برای اینکه قضایای امروز رو تحلیل کنید، به نظر من مردم یک بار دیگه مصاحبه‌های این آقای مازیار که ژیار گل باهاش صحبت کرد به عنوان متهم ترور دانشمندان هسته‌ای، یک بار دیگه مصاحبه‌ها رو ببینید. مو به تن انسان سیخ میشه که در ایران نهادهایی وجود دارن که این بلاها رو بر سر این شهروندان میارن و اینقدر این سیستم میتونه مخوف و بدجنس و بد رفتار و بدسگال باشه. من اعتقاد دارم که به دلیل پیچیدگی شرایط ایران شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که یک تغییر جدی یا یک موتاسیون یا یک تحول خیلی سریع ایجاد بشه ظرف 2 روز، 3 روز، 1 هفته، 10 روز. پیش بینی تحولات ایران خیلی مشکله، اما من فکر میکنم برای اینکه یک اتفاق خیلی جدی بیفته، مثلا به جای اینکه 2 تا نماینده استعفا بدن، نماینده مجلس، مثلا 1/2 نماینده‌های مجلس استعفا بدن و مجلس نباشه و به یک بحران اینچنینی شکل بگیره، هنوز خیلی چالش احتیاج هست. نظامی‌ها در ایران کوتاه نخواهند آمد، آقای خامنه‌ای کوتاه نخواهند آمد. در واقع سپاه در ایران یک کشور رو داره و این کشور رو دارن مصرف میکنن برای منفیات خودشون، نه برای منفیات مردم. وگرنه این همه بودجه صرف نمیشد برای اینکه یگان ویژه، یگانهای ویژه و واحدهای سرکوب شکل بگیره. اینها میتونستن دست مردم رو بگیرن، اما نه تنها دست مردم رو نمیگیرن، مقابل مردم میستن. این معادلات ایران رو بسیار پیچیده میکنه. اون تحولی رو که همه انتظار دارن بسیار زمان بر میکنه، اما هم اتفاقات دیگری هم میفته. این وسط اگر اسرائیل اومد یکی از سایت‌های هستی ایران رو زد برای مثال، اون موقع میشه گفت که قضایی شکل دیگری میشه. اگر بانک مرکزی به دلیل یک معادلاتی که بعضی وقت اتفاق میفته اعلام ورشکستگی کرد یا ورشکست شد، معادلات شکل دیگری خواهد بود. من آخرین نکته رو هم اشاره کنم که دولت قیمت بنزین رو 3 برابر کرده برای اینکه اوضاع رو کنترل کنه. اگر دولت چنین ریسکی کرده، توضیحش اینه که کشور به لحاظ اقتصادی غیر قابل اداره است. اما حتی با 3 برابر کردن قیمت بنزین هم نمی‌شود کشور رو اداره کرد. کشوری که به زودی حتی بنزین کافی هم نخواهد توانست تولید کرد. باید منتظر تحولات عادی بود. متشکرم ازتون. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل ایران. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، اینترنت در ایران قطع شده. کارشناسان میگویند این محدودیت در چارچوب طرح اینترنت ملی صورت گرفته. گزارش شده که در بعضی از نقاط خطوط تلفن هم مختل شده. جزئیات در گزارش فؤاد مسیحا. ظهر اینترنت به صورت کلی قطع شده، چه اینترنت‌های خانگی چه اینترنت‌های همراه. یک بار دیگر ارتباط ایرانی‌های داخل با دنیای بیرون قطع شده. اتفاقی که در 10 سال اخیر چند بار تکرار شده. از روزهای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 تا اعتراضهای دیماه 96 به گرانی و وضعیت بد اقتصادی، این بار هم در جریان اعتراضها به گران شدن بنزین، ما به هیچ سایتی، به هیچ اپلیکیشنی دسترسی نداریم. نمیتونیم از اپلیکیشن‌های سوشال میدیا، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم. فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی، مثل اسنپ، تپسی، ورزش سه، ایسنا قابل دسترس هستند. اما چرا دسترسی مردم به اینستاگرام و فیسبوک قطع شده در حالی که اپلیکیشن هایی مانند اسنپ و ورزش سه به راحتی در دسترس هستند؟ پاسخش ساده است. اسنپ از دیجیکالا، از در واقع آپارات، از فیلم‌ها، از ورزش سه، اینا دارن خدمات میدن به شما. اینا بازیگرای شبکه ملی اطلاعاتن. اپلیکیشن هایی که حکومت جمهوری اسلامی نگران دسترسی مردم به آنها نیست، روی شبکه‌ای به نام اینترنت ملی یا شبکه اطلاعات ملی فعالیت میکنند. دولت ایران در دوران محمود احمدی نژاد راه اندازی اینترنت ملی را مطرح کرد. حالا 3 سال است که نسخه اولیه آن راه اندازی شده. بتونیم دارای یک شبکه‌ای باشیم که با مدیریت خودمون. ایران 3 دلیل اصلی در توجیه طرح اینترنت ملی ارائه کرده. اول اینکه با نگه داشتن مسیر ترافیک پیام‌های رد و بدل شده در داخل، سرعت خدمات بالا می‌رود. دوم، هزینه نقل و انتقال اطلاعات میان کاربران کم می‌شود و سوم اینکه دسترسی شرکت‌های خارجی به اطلاعات ایرانی‌ها محدود می‌شود. مسئولان ایرانی در توصیف اینترنت ملی از اصطلاحات و عبارت‌هایی استفاده کردند که به آن رنگ و بوی ملی گرایی بدهند، مانند حفاظت از منافع ملی در فضای اینترنت یا این حرف حسن روحانی در مراسم افتتاح شبکه اطلاعات ملی سال 1395. عدم نیاز به شبکه‌های اطلاعات بیرونی برای ارتباطات داخلی در شرایط فعلی جهان از مؤلفه‌های استقلال کشور است. اما با آنکه داشتن اینترنت پرسرعت، آن هم با هزینه بسیار پایین، آرزوی هر کاربری در هر جای دنیاست، چرا اجرای طرح اینترنت ملی در ایران ایرانی‌ها را نگران کرده؟ زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خودش به خودی خود اتفاق بدی نیست. یعنی هر کشوری که بخواد اینترنت بهتری، سریعتری داشته باشه، یک چنین زیرساختی نیاز داره. منتها موضوع اینجاست که این کلیده دست کیه؟ چه کسی با چه قدرتی و با چه میزانی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی میخواد این شبکه رو کنترل بکنه؟ اونجا هست که ما در درون ایران مشکل عمده رو داریم. ایران اولین کشوری نیست که طرح اینترنت ملی را اجرا می‌کند. در کره شمالی اینترنت ملی یا همان اینترنت تنها شبکه‌ای است که مردم می‌توانند به آن وارد شوند. کوبا، روسیه و چین هم طرح‌های مشابه اجرا کردند. طرح‌هایی که به خصوص پس از افشاگری ادوارد سنودن درباره جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از مردم و مقام‌های کشورهای دیگر پرطرفدارتر شده. همین چند روز پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهای اروپایی خواست استقلال دیجیتالشان را از آمریکا و غول‌های تکنولوژی آمریکایی بگیرند. اما آنچه که حساسیت‌ها به شبکه‌های اینترنتی داخلی را در کشورهای مانند ایران بیشتر می‌کند، شاید این باشد که دولت‌ها با استفاده از همین شبکه هر وقت که بخواهند ارتباط شهروندانشان را با جهان بیرون قطع می‌کنند. درست مثل همین اتفاقی که این روزها در ایران افتاده. فؤاد مسیحا، BBC. بیننده BBC فارسی هستید. اگر همین الان به ما پیوستید، باید بگم که 2 روز از شروع اعتراضات سراسری در ایران گذشته به افزایش قیمت بنزین، اطلاع رسانی رسمی دقیقی درباره شمار کشته شده ها وجود نداره، اما بنابر گزارش‌هایی که به BBC فارسی رسیده تا به حال دست کم 12 نفر کشته شدن. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، امروز در شهریار هم 1 نفر کشته شده. اینترنت در ایران قطع و همینطور خبرنگاران در داخل کشور محدودیت دارند درباره اطلاع رسانی و به خاطر همین دشواره که بدونیم که دقیقاً چه اتفاقی در حال افتادن. آیت الله خامنهای رهبر ایران امروز در اولین اظهار نظرش درباره اعتراضهایی که در چند روز گذشته ادامه داشته گفته که تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین رو سران سه قوه گرفتن و او از این تصمیم حمایت میکنه. آقای خامنهای تاکید کرد که کارشناس نیست در این مورد و صاحب نظر نیست، ولی چون که سران سه قوه این تصمیم رو گرفتن باید اجرا بشه. آقای خامنهای اعتراضات اخیر رو گفتش که کار اشرار بوده. وزارت اطلاعات هم بعد از این صحبت آقای خامنهای گفت که با توجه به صحبت‌های رهبر ایران برخورد با اونچه که اشرارخان رو وظیفه خودش میدونه. بعد از این صحبت‌ها بود که فراکسیون امید مجلس هم که طرحی رو آماده کرده بود برای لغو افزایش قیمت بنزین، این طرح رو از دستور کارش خارج کرد. البته محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس ایران گفته که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع مجلس استعفا میکنه و گفته که اگر قرار رئیس مجلس خودش تصمیم بگیره و از نماینده های مجلس نظر نپرسه، دیگه دلیلی نداره که نمایندگان در مجلس حضور داشته باشن. بشنویم مشاهدات یک شاهد عینی رو از تهران درباره اون چه که امروز اتفاق افتاد. اعتراضاتی که دیشب و تا اوایل صبح امروز هم ادامه داشت با اعتراضات گذشته فرق داشت، بخاطر اینکه اعتراضات گذشته بیشتر رنگ و بوی حزبی و جناحی و چپ و راست داشت یا یه حق‌خواهی سیاسی شاید توش بود یا حالا هر سری برای یه سری مسائلی که عده‌ای به دنبالش بودن. اما این اعتراضات گذشته به دنبال مشکلات اقتصادی و فشاری که روی آحاد مردم بوده باعث شد که مردم واقعا همه مردم از هر قشری، چه کاسب، چه راننده، چه هر چه کسی که به دنبال مسائل اقتصادی خودش یا آینده پیش روی خودش نگرانی یا مثلا امید واهی چیزی که برای خودش ایجاد کرده بود داشت، باعث شد که به بیرون بریزه و حق خودش رو بخواد طلب کنه. اما مدل سرکوب کردنی که توی این سیستم من خودم شخصا شاهد بودم منو نگران کرد نسبت به خاطر هر سیستمی، هر حکومتی داره نواقصیه و مردم میان به صورت حالا اعتراض خودشون رو به نحوی بیان میکنن، ولی این که انقدر خفقان به سرعت ایجاد بشه و من خودم چون ساکن منطقه شهر تهران هستم و تهران پارس، چیزی که من دیدم خب علت خشونت کشیده شدن این اتفاقات خود مامورین امنیتی و خود گاردی که در صحنه حاضر بودن بودش. اون رعب و وحشت و اون چیزی که ایجاد میکنه باعث فشارهای روانی روی ذهن اون افراد معترض میشه که باعث میشه که به هر حال یه تقابل مقابل هم ایجاد بشه. و من خودم چیزی که برام خیلی جالب بود اینه که در چهارراه آیت پایین‌تر از 7 میدیدم که افرادی که خودشون مشخص بودن افرادی هستن که حالا در گذشته به گروه فشار معروف بودن یا الان به لباس شخصی ها با پتک و با باتوم و با چیزهای دیگه میزدن، شیشه مغازه ها رو میشکوندن، شیشه ماشین ها رو میشکوندن که فردا صبحش که امروز صبح باشه حضرت آقا بیان بگن که اینها کار اشرار بوده یا کار اراذل‌اوباش بوده. من سوالم اینجا، آیا ما 80 میلیون اراذل‌اوباش داریم؟ شما رهبر 80 میلیون اراذل‌اوباش هستین؟ اگر این سبک تفکر نسبت به اعتراضات مردمی این گونه هستش، یه عوام فریبی و یه پوپولیستی به نظر من صورت میگیره. اما اینکه جنس این اعتراضات هست، من بازم دارم میگم این اعتراضات اعتراض مردم دمپایی پوش، مردم مشکلدار یا مردمی که خواهان آزادی یا چیزی دیگه بودن نبود. این اعتراض کلیه که مردم نسبت به آیندهشون مشکل دارن، چون شما فقط رقم 3000 تومان بنزین رو نبینید، حالا این ماه نه از ماه بعد قشنگ تاثیرش رو سر سفره مردم نشون خواهد داد و مردم نگرانن. من اونایی که میخوام زندگی خودم رو تشکیل بدم یا هر چیز دیگه، از این یه باب نگرانی برای من ایجاد خواهد شد که آیا من ماه دیگه میتونم این جنسی که الان می‌خریدم آتو من اون موقع بخرم نخرم، اصلا ازدواج بکنم نکنم، زندگی رو چجوری تشکیل بدم، بچه‌م چی میشه و هزار یک مسائل دیگه. این ناامیدی‌ها و این ناراحتی باعث میشه که من بخوام اعتراض کنم. امروز صبح من چرخشی که تو محل داشتم دیدم که اتوبان باقری، خب خیلی ناراحت شدم برای خودم و برای مملکتم که احساس کردم محلم مریضه، اصلا یه جوری شده بود، یه فضای غم‌انگیزی توی فضا حاکم بود، فوق‌العاده امنیتی سر تمام تقاطع‌های اصلی، گروهی از افرادی که حالا نمیدونم بهشون چی میگن، ضد شورش میگن، نمیدونم چی میگن و اینا، خیلی فراوان بود، فضا امنیتی بود، ولی خب تحرک مردم معترض کم شدش و یه مقدار فضا از نظر اعتراضی پایین‌تر بود. اما میگن در پایین شهر تهران یا اطراف شوش بازار اونورا هنوز اون حالت اعتراض و تجمع مردم بوده، ولی خب سمت شرق تهران خب معمولا ورود نمیکنه به اینجور مسائل، یه محلیه که در هر حال محل خوابگاه نشین و یه محلیه که اصلا جدای از اختلافات سیاسیه، چون همه اکثرا کاسه بنا خونه‌شون، ولی خب میگم دیگه اینجوری توی نطفه خفه میکنن با این شدت و با این خفقان، با این حالت. من اصلا احساس کردم که امروز داشتم توی محلم میچرخیدم گروگانم، احساس میکنم که من وارد یک محله شدم که مثلا کشوری اومده کشور منو گرفته یا محله منو گرفته و انقدر فضای سنگین امنیتی. آخه چرا؟ به چه دلیل؟ از چی میترسین شما؟ چه اتفاقی قراره بیفته که انقدر فضای امنیتی میکنین سریع؟ و میگم حق اعتراض حق هر شهروندیه، ولی اینگونه به چالش کشیدن، اینگونه فضا رو امنیتی کردن، این هستش که من فکر نمیکنم در طول تاریخ در هیچ برهه‌ای از زمان هیچ حکومت و سیستمی اینگونه مثل این حضرات آقایون رفتار کرده باشن با معترضین. صحبت یک شهروند تهرانی بود. اما فنوش امیرشاهی همکارم لحظه به لحظه خبرها رو دنبال کرده، الان با ما. فنوش چه خبر؟ در شرایطی که گزارش‌هایی داریم که همچنان اعتراض‌های در بعضی از شهرهای ایران مثل سنندج و شیراز ادامه داره و اینکه همینطور در پشت دانشگاه تهران امروز یه تعدادی از کسانی که خبرگزاری ایسنا اونها رو دانشجو عنوان کرده جمع شدن، اعتراض کردن به افزایش قیمت بنزین. همینطور در دانشگاه تبریز هم همین اتفاق افتاده بود ساعت‌های پیش. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت آمده سخنرانی کرده و دستور داده به سازمان برنامه بودجه که از روز دوشنبه پرداخت یارانه ها رو آغاز بکنن به اقشار کم درآمد، اون چیزی که تصمیم شورای عالی اقتصادی ایران هست، مبنی بر اینکه بنزین افزایش پیدا کنه و وعده داده شده که ما با تفاوت این اختلاف قیمت رو بدن به اقشار کم درآمد. ولی این تصمیم با توجه به شرایطی که در حال حاضر ایران در اون قرار داره، با توجه به بحران‌های اقتصادی زیاد، فشار اقتصادی زیادی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته مردم متحمل شدن به واسطه تحریم‌ها یا به هر حال مشکلات اقتصادی داخلی، اعتراض‌های بسیار زیادی رو به همراه داشته و همچنان ادامه داره. خبرگزاری فارس ساعتی پیش به نقل از یکی از نهادهای امنیتی یک برآورد اولیه رو منتشر کرده بود از میزان حضور معترضان و اتفاقاتی که در این دو روز گذشته افتاده. با توجه به اینکه خبرگزاری فارس خودش نزدیک به نهادهای امنیتیه، میشه گفت که این گزارش قابل اعتناست. این خبرگزاری به نقل از نهاد امنیتی عنوان کرده بود که تا به حال 1000 نفر دستگیر شدن، اعلام کرده که اعتراضها در 100 منطقه ایران اتفاق افتاده. همینطور آماری از تعداد کشته شده ها نداده، اما گفته تعداد آسیب های جانی و مالی بیشتر از اون چیزی بوده که در دی ماه 96 اتفاق افتاده و گفته خشونت ها بیشتر از اون زمان بوده. با توجه به اینکه اون زمان در دی ماه 96 اعلام شد که دست کم 25 نفر کشته شدن، شاید بشه اینطور نتیجه گیری کرد که به هر حال تعداد کشته شده ها بیشتر از این افراد باشه. اما اونچه که BBC تا به حال میتونه تایید بکنه و جست و گریخته از منابع مختلف یا منابع رسمی اعلام شده یا شاهدان عینی به BBC گفتن دست کم 12 نفر جونشون رو از دست دادن. علاوه بر این که گفتند این نهاد امنیتی به خبرگزاری فارس گفته بیشتر کشته شده ها در جریان حمله به مراکز نظامی و یا اینکه مراکز نفتی کشته شدن و تایید کرده که در این میان یک سری از نیروهای پلیس و مردم عادی هم جونشون رو از دست دادن. همینطور اعلام کردن که تا این لحظه 1000 نفر هم بازداشت شدن، قبل قبلا هم گفته بودم ماشین هایی که در این یک دو روز گذشته در خیابان ها اومدن خاموش کردن به نشانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین، اینها رو با از طریق دوربین های مداربسته شناسایی کردیم و باشون برخورد میکنیم. به طور کل لحن مقامات قضایی و امنیتی ایران تندتر شده بود. این یک بخش ماجراست. از این طرف اتفاق دیگه‌ای که داره به موازات اعتراض‌ها به گرانی بنزین میفته، اعتراض‌هایی است که نمایندگان مجلس دارن بروز میدن نسبت به جایگاه قانونی مجلس و نقشی که در این نهاد قانونگذاری باید داشته باشه و اونها معتقدن که دور زده شده. یکی از نمایندگان شاخص اصولگرا، زنوری، نماینده قم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دو طرح جدا آماده کرده و در حال جمع‌آوری امضا برای اونها است. یکی از این طرح استیضاح آقای روحانی مطرح شده که به دلیل در 4 محور قراره که این طرح رو براش امضا جمع‌آوری بکنن. یکی اعلام شده سخنان آقای روحانی تفرقه انگیزه، مطرح شده که در سیاست اقتصاد مقاومتی خیلی ایفای نقش نکرده، در مدیریت اجرایی کفایت لازم رو نداشته و وضعیت ارزی و اقتصادی نابسامانه. بر اساس این 4 محور در حال جمع‌آوری امضاست. از اون طرف طرحی در واقع نامه دیگه داره جمع‌آوری میشه از طرف هم نماینده برای برکناری آقای لاریجانی به دلیل اینکه مجلس رو دور زدن در بررسی و در واقع رسیدن به همین تصمیم تغییر قیمت بنزین. البته من این رو هم بگم که در مجلس مطابق آیین نامه استیضاح نمیشه رئیس مجلس، بلکه اگر که نماینده 25 نفر دست کم از نمایندگان نامه رو امضا کنن و درخواست بدن، اعتراض داشته باشن به عملکرد رئیس مجلس، اون وقت یک هیئت رسیدگی به اعتراضها تشکیل میشه و اون هیئت بررسی میکنه و میتونه که برکنار بکنه رئیس مجلس رو یا نه. این که آیا اینها به نتیجه میرسه یا نه یک نکته رو بعد در نظر داشته باشیم و اون این که انتخابات مجلس نزدیکه، کمتر از 3 ماه دیگه انتخابات مجلس داریم. بسیاری از این نماینده ها میخوان که دوباره کاندیدا بشن، میخوان که رأی جمع بکنن و ممکنه این ابهام به وجود بیاد خب اگر مجلس میتونه تا این حد بی اثر باشه چرا باید مردم بیان و در پای صندوق های رأی حضور داشته باشن. فرنوش با ما بمون. سام فرزانه همکارم از واشنگتن با ماست. سام، مقام های آمریکا هم به اونچه که در ایران در حال رخ دادن واکنش نشون دادن. همینطوره و یک نکته جالبی که من دیدم تا الان اینه که فقط جمهوری خواهان هم که هستن که واکنش نشون دادن و واکنشی هم که اونها داشتن تا به حال اینطور بوده که در واقع نقطه‌ای که وارد ماجرا شدن از اونجاییه که حملاتیه که بین نیروهای جهاد اسلامی در غزه و اسرائیلی‌ها در چند روز گذشته اتفاق افتاده بوده. این آتشباری متقابل رو اونها از دید ایران دیدن، فکر میکنن که کار ایران بوده و با حمایت ایران بوده که جهاد اسلامی چنین توانایی رو به دست آورده و میگن که اگر ما بخوایم، در واقع صحبت وزیر خارجه آمریکا میگه ما اگر بخوایم از همپیمان خودمون، بزرگترین همپیمانمون در منطقه یعنی اسرائیل بخوایم حمایت بکنیم باید جلوی این کارهای ایران رو بگیریم. حالا ببینیم همین خط فکری در مثلا توییتی که سناتور تید کروز داده چجوری ادامه پیدا میکنه. سناتور تید کروز نوشته که باید در کنگره آمریکا جلوی فروش نفت ایران رو به صورت کامل بگیریم، یعنی اون جایی که به صورت استثنا، اون کشورهایی که به صورت استثنایی میتونستن از ایران نفت بخرن حتی اون رو هم اجازه ندیم، برای اینکه حالا بریم سراغ یک سیاستمدار دیگه. به گفته سناتور تام کاتن این دولت ایران به جای اینکه این پولها رو صرف خواستهای اولیه مردم خودش بکنه میگیره اون رو خرج گروه‌های به گفته او تروریستی میکنه، گروه‌هایی که حالا گروه‌های شبه نظامی یا نظامی هستن که در نقاط مختلفی در منطقه هستن و میگه که خب ما اگر بخوایم جلوی ایران رو بگیریم باید از معترضان حمایت بکنیم. یک نماینده جمهوری خواه مجلس به نام ویلهرت هم هست که میگه که اصلا این تظاهرات دلیل اهمیتی که داره اینه که میتونن آمریکایی ها با حمایتی که از این معترضان میکنن، فشاری که میاد بنابر اون به حکومت ایران، حکومت رو در ایران عوض بکنن و به این ترتیب بتونن جلوی حمایت هایی که این کشور میکنه از گروه های مختلف در منطقه رو بگیرن. دلیل سکوت دموکرات ها رو چی میبینی؟ دموکرات ها شاید یه مقداری محتاط‌تر هستند و سابقا هم داشته. میدونیم که در دوره باراک اوباما هم وقتی که ایران در سال 88 دچار ناآرامی‌هایی بود، آقای اوباما خیلی دست به عصا وارد ماجرا میشد و بعداً به هر حال دولت باراک اوباما توانست به یک توافق هسته‌ای با ایران برسه. دموکرات ها بخشیشون هنوز فکر میکنن که اشتباه آمریکا این بود که از اون توافق هسته‌ای اومد بیرون و در واقع گام اول رو برای اینکه ایران حالا به اینجا برسه آمریکا برداشته. البته جمهوری خواهان خیلی هم خجالت نمیکشن، اونها کسانی هستن که حمایت میکردن از سیاست فشار حداکثری بر ایران، اما دموکرات ها میگن که روابط داشت به سمتی پیش میرفت که کم کم با ایران رابطه بهتر بشه و آقای ترامپ با خروج از برجام بود که به صورت رادیکال باعث شد که همه چیز سرعت بیشتری بگیره، ایران با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو بشه و احتمالاً برای همینه که فعلا دارن ارزیابی میکنن که اصلا چطور باید به این ماجراها پاسخ بدن. این رو هم بعد این سالا کاملا واضحه، ولی به هر حال از دیروز و پریروز که این ماجراها شدت گرفته در ایران، در آمریکا تعطیلی‌ها شروع شده و شاید در یکی دو روز آینده از دموکرات‌ها هم بشنویم. ممنونم از اسام فرزانه از واشنگتن با ما. بریم به تبریز، چون که تصاویری از اعتراض به وضعیت اقتصادی در دانشگاه این شهر به دستمون رسیده که با هم ببینیم. اختلاس آرشوی بی وجود نمیخوایم بیداری ندارم پشتو بیتون ممنون نه اینترنتونیز بایدونیز دهله پشتو اعتراضات در دانشگاه تبریز بود. صدای یکی از بیننده ها رو هم داریم از حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر مشهد. امروز 17 نوامبر 2019 استش و شرایط توی مشهد حالا دو شب پیش خیلی تو شرایط بدی بود و چیزی که من میدیدم پر نیروی پلیس و امنیتی بود، ولی دیشب و حالا امروز تظاهرات سرکوب شده و به شدت نیروی پلیس حالا از تمام نهادها کمک گرفتن، چون مشخصه یعنی جای پمپ بنزینا هم نیروی انتظامی هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش و تمام چهارراه اصلی حالا بلوار سجاد، تمام چهارراهایی که فکر میکنم امکان داره جو متشنج شه، سربازای به صورت گروهی ستایی هستن و یه حالتی هستش که حالت مثل حکومت نظامی هستش، یعنی از شمال و جنوب حالا سربازا رفت آمد میکنن و حالا با باتوم و اینجور چیزا و به شدت نیروی پلیس ریختن سرهنگا تو میدونه اصلی، میدون احمدآباد، میدون فلسطین و اکثر جا حضور دارن و به صورت رژه حرکت میکنن اکثر سربازا گروه ستایی چهارتایی. سپاه پاسداران هم با حالا ونها یا ماشینای دیگه وانت و اینا حرکت میکنه توی شهر و توی خیابونه اصلی هم مینیبوس یا اتوبوس‌های شهرداری به صورت که معلوم نشه اینا مال پلیس هستش. یعنی حتی بعضی وقتا من اتوبوس‌های مسافری رو دیدم پارک میکنن که حالا مشخص معلوم هستش که پرده رو میکشن روی پنجره‌ها که دیده نشه توش و حالا معلوم نمیشه که چه اتفاقی توش میفته. صدای یکی از شهروندان مشهد بود. همکارم فرنوش امیرشاهی همچنان با ماست. فرنوش، اشاره کردی به تلاش بعضی از نماینده ها برای اینکه کنار بذارن رئیس مجلس رو به خاطر تصمیمی که میگن به تنهایی گرفته. چقدر اصلا سابقه داره چنین تلاش هایی برای اینکه از طرف نماینده های مجلس برای اینکه بخوان برکنار کنن رئیس مجلس رو؟ در همین مجلس دهم آقای لاریجانی مخالفای جدی زیاد داشت که بیشتر از طیف اصولگرایان و به ویژه همین آقای زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی نزدیک به جبهه پایداری بود که در واقع اختلاف در سیاست‌های فکری و اجراییشون داشتن و چندین بار در صحن مجلس هم با هم در واقع یک مناظره‌هایی داشتن. این موضوع تا به حال چند بار مطرح شده که از ریاست او رضایت نداشتن، بارها بهش گفتند که در واقع سرخود رفتار می‌کنی و اونطور که باید مدیریت نمی‌کنی، آیین‌نامه مجلس رو نادیده می‌گیری. اما یک نکته دیگه هم وجود داره و اینکه آقای زنوری و آقای لاریجانی هر دو نمایندگان قم هستند. انتخابات نزدیک، آقای زنوری همچنان احتمالاً از قم کاندیدا میشه. آقای لاریجانی هرچند که اخیراً گفته هنوز تصمیم نگرفته و نظرش رو اعلام میکنه، ولی نزدیکانش گفتن اگر که دوباره کاندیدا بشه از قم کاندیدا خواهد شد. در نتیجه این مسئله این دو رقیب انتخاباتی هم هستند از یک منطقه و نیاز به رأی دارن. در نتیجه میتونه این رفتارها یک بخشی از در واقع مراودات رفتارهای سیاسی هم باشه، یک سری از تلاش‌هایی باشه برای انتخاباتی که در پیش روز و برای اینکه بتونن رأی لازم رو بیارن برای اینکه در مجلس حضور داشته باشن. این رقابت‌هایی که اشاره کردی چقدر میشه کلا رفتار مجلس الان در کل در چارچوب همین رقابت‌ها دونست؟ به خاطر اینکه الان که آقای خامنه ای از این طرح حمایت کرده، نماینده ها اومدن طرحشون رو پس گرفتن برای اینکه افزایش قیمت بنزین رو باش مخالفت کنن. آیا اصلا از این مجلس برمیاد که بخواد همچین کاری بکنه، آقای لاریجانی رو برفرض کنار بذاره یا حتی همونطور که خودت پیشتر اشاره کردی آقای روحانی رو استیضاح کنه؟ برای جواب به این سوال میشه 4 سال گذشته مجلس رو یه نگاهی بهش انداخت و دید که عملکردش چطور بوده، میشه به این جواب رسید. این اولین بار نیست که مجلس در مورد یک تصمیم اساسی دور زده شده. در پرونده هسته‌ای هم همین اتفاق افتاد. مجلس نقشی نداشت، در مراجع بالاتر تصمیم گیری شده بود. علاوه بر این باید بدونیم که خود مجلس هم در این شرایط اقتصادی که در حال حاضر ایجاد شده خیلی بی تقصیر نیست و خیلی اینطور نبوده که کنار بوده باشه. میتونسته اقداماتی بکنه، به هر حال برای خودش ابزارهایی داشته، نهاد قانونگذاره. از جمله مثلا در زمان بودجه، فصل بودجه که میرسه و دولت بودجه رو میده به مجلس برای اینکه بررسی کنه، این بودجه زیر دست مجلسه و مجلس بعد اون رو بیاد تغییر بده. ما در همین بودجه ها ردیف‌های غیر شفاف بسیاری داریم، نهادهایی داریم که بودجه های کلان میگیرن بدون اینکه مالیاتی بدن، بدون اینکه تحت کنترل و نظارت باشن، بدون اینکه مشخص باشه این بودجه ها صرف چه اموری میشه و بودجه های غیر شفافه و مجلس هرگز نیومده این ردیف ها رو تغییر بده به دلیل اینکه نمیتونه این کارو بکنه، به دلیل اینکه نمیخواد که وارد حالا مجادله با نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت در ایران بشه. مضاف بر اینکه در همین موضوع بنزین هم چندین بار لوایح دولت رو برای افزایش پلکانی قیمت بنزین رد کرده همین مجلس در 4 سال گذشته در واقع عملکرد خیلی رضایت بخشی نداشته، چه در موضوعهای سیاسی، چه در موضوع اجتماعی و چه در موضوعات اقتصادی و بر این اساس به نظر نمیاد که این هم به جایی برسه. ممنونم از همکارم فرنوش امیرشاهی. با ما بیننده BBC فارسی هستید. اعتراض ها دو روز ازش گذشته، اعتراض های سراسری به افزایش قیمت بنزین در ایران، دست کم 12 نفر کشته شدن، هرچند که گزارش های تایید نشده میگه شمار کشته شدگان خیلی بیشتر از این هستش. بیش از 100 نقطه در ایران ناآرام بوده و دست کم 1000 نفر دستگیر شدن. رهبر ایران آقای خامنه ای امروز در اولین واکنشش به این اعتراض گفته که تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین تصمیمی بوده که بر اساس نظرات کارشناسی و از سوی رهبران سه قوه گرفته شده و باید اجرایی بشه. با ما بمونید، برنامه‌های زنده خبری ما تا چند دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت.